سرخط خبرها. هشدار حکومت به طالبان بر پیوستن به صلح در آستانه آمادگی ها برای گفتگوهای مستقیم. کمک هنگفت نظامی روسیه با افغانستان و تلاش ریاست جمهوری بر افزایش توانایی نیروهای امنیتی و ادامه کمک های بشر دوستانه سازمان ملل به مناطق آسیب دیده در شهر دمشق سوریه. با سلام بر شما بینندگان مجموعه خبری شبکه یک جهانی خورشید، امروز چهارشنبه پنجم حوت سال 1394 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 فوریه سال 2016 میلادی. من سید فرید صنایعی هستم. اسلام آباد هفته اول ماه مارچ میزبان گفتگوهای رودروی حکومت افغانستان و طالبان است. معاون سخنگوی صدر اجرائیه می گوید گروه های طالبان برای اشتراکشان در نخستین مذاکره باید نمایندگان با صلاحیت خود را معرفی نمایند. از سوی هم مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روند گفتگو را اندک می‌داند و هشدار می‌دهد اگر طالبان به موقع به گفتگوهای صلح حاضر نشوند آنان از بین برده خواهند شد. زبیولا دورندش با جزئیات بیشترین خبر می‌پردازد. سرانجام پس از چهار نشست در مورد روند گفتگوهای صلح افغانستان شرکت کنندگان چهار کشور توافق کردند تا دو هفته دیگر دور نخست گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در اسلام آباد برگزار شود. این چهار کشور نیز از گروه‌های مختلف طالبان و دیگر گروه‌های درگیر جنگ خواستند تا نمایندگان با صلاحیت خود را برای شرکت در گفتگوی رودررو با حکومت افغانستان معرفی نمایند. اولین جلسه رودرروی حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان و گروه‌های دیگر که امروز در جنگ هستند در اسلام آباد برگزار میشه. این در هفته اول ماه مارچ قرار است که این جلسه برگزار شود. هرچند تا هنوز طالبان در مورد حاضر شدن در گفتگوهای رو در رو با حکومت افغانستان موقفشان را روشن نکردند، اما مشاور شورای امنیت ملی به طالبان هشدار میدهد این گروه زمان اندک برای گفتگو در اختیار دارند و باید آنان از فرصت به دست آمده استفاده نمایند. اگر در او وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیایند، ما از سه کشور دیگی که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه مصرانه میخواییم که این اقدامات انجام بده. مشاور شورای امنیت ملی برگزاری نشست چهار جانبه را تنها هدف برای رسیدن به صلح نمیداند. میگوید هدف از بین رفتن پناهگاه های عراس افغانان و قطع خشونت در افغانستان میباشد. این مهم نیست که کدام شخص به میز مذاکره میاره. مهم این است که آیا متحد هستند که پناهگاه های تروریست ها را از بین ببرند و آیا اینا سرمندی کافی دارند که اونایی که با ما مذاکره می کنند بتانند خشونت در افغانستان قطع کنند. پس از مرگ ملا محمد عمر طالبان به چند شاخه تقسیم شدند. ملا اختر منصور، ملا رسول و ملا عبیدالله هنر مشمول شاخه های جدید طالبان می باشد. اکنون پرسش اینجاست حکومت افغانستان با چه کسانی در میز گفتگو حاضر خواهند شد؟ هدف ما تنها و تنها گفتگو نیست. هدف ما از بین رفتن پناهگاه های تروریست ها و قطع خشونت علیه ملت است. اما هیئت اداری مجلس نمایندگان گفتگو با طالبان و آمدن امنیت در کشور را بدیده شک می نگرند. یک تعداد محدودی که گپرو هستند و تابع پاکستان هستند امکان داره مردمای معتدل میانه روی که 100% تحت قمانده پاکستان سیار وادار بسازند، ولی در پالیو ازی به اشاره خود پاکستان دستبندی های دیگری صورت گرفته که به خاطر تداوم جنگ در افغانستان فعالیت بکنه. با این همه در حال دور نخست گفتگوهای رو در رو با طالبان مشخص می شود که پیش از این طالبان برای حاضر شدن به میز گفتگو پیش شرطهایی را مطرح کرده بودند که از سوی حکومت افغانستان رد شده بود. گروه کاری مشترک میان حکومت افغانستان و پاکستان به منظور جلب پشتیبانی علمای دینی دو کشور از روند گفتگوهای صلح افغانستان ایجاد خواهد شد. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان با بیان این مطلب می‌افزاید این اقدام را گام مؤثر در راستای کاهش جنگ در کشور می‌داند. در همین حال شمار از آگاهان نیز این اقدام را بر افکار عامه طرف‌های درگیر جنگ در کشور تأثیرگذار عنوان می‌کند. شکیب مولایی‌زاده با جزئیات بیشتر.
چهارمین نشست گروه هماهنگی چهار جانبه در کنار تعیین زمان گفتگوهای رو در رو نتایج دیگری نیز در پی داشت. مقام های وزارت امور خارجه میگویند در نشست دیروز توافق صورت گرفت تا حکومت افغانستان و پاکستان کمیته مشترکی را برای جلب پشتیبانی علمای دینی از گفتگوهای صلح ایجاد کنند. این یک گامی بسیار بلند و ارزنده بسیار مهم میتونه برای کاهش خشونت، از بین بردن ریشه های اصلی خشونت و افرادگرایی در منطقه کمک میکنه. آقای آزاد میافزاید گروه هماهنگی همچنان در این نشست توافق کردند تا از تمامی طرف های درگیر بخواهند نمایندگان با صلاحیتشان را در اولین نشست رو در رو که قرار است هفته اول ماه مارچ در اسلام آباد برگزار شود بفرستند. در اولین دوره گفتگوهای مستقیم بین دولت افغانستان و گروه های طالبا که قرار است در اسلام آباد برگزار شود نماینده هایشان را بفرستن و از این فرصت باید استفاده صورت بگیرن. اما جلب پشتیبانی علمای دینی به منظور فتوا در مورد جلوگیری از جنگ و خودداری از کشتار غیر نظامیان چقدر می تواند در راستای رسیدن به این هدف تاثیرگذار واقع شود؟ ما امیدوار هستیم که این و بتونه یک مراحل بسیار خوب عملی را هم پیش بینی بکنه و در ضمن بتونه پایدار بمانه تا بحث صلح در افغانستان هم از نقطه نظر دینی و هم از نقطه نظر فرهنگی مورد بررسی قرار بگیره. هرچند تا هنوز زمان شروع کار این کمیته و اینکه چه کسانی اعضای آن خواهند بود مشخص نیست، اما خوشبینی های زیادی وجود دارد که این کمیته بتواند برای به نتیجه رسیدن گفتگوهای صلح و خشکانیدن ریشه های جنگ در افغانستان سودمند واقع شود. با معرفی شدن ترکیب جدید شورای عالی صلح، تلاش های حکومت برای گفتگو با طالبان مشخص تر می شود. اگرچه روشن نیست که این شورا با چه طرز العمل تازه و از کدام رهگذر روند صلح را به پیش می برد، اما به باور اعضای این شورا تلاش های جدید حکومت و جامعه جهانی می تواند یک راه حل سیاسی را جستجو نماید. انتظارها بر این است که پس از شکل گیری ترکیب جدید در شورای عالی صلح، این شورا بتواند نقش برجسته ای را نسبت به گذشته در روند صلح ایفا کند. با نزدیک شدن زمان به آغاز گفتگوهای صلح، خطوط حکومت در برابر مخالفان و مصالح دولت نیز روشن می شود. خطوطی که به اثر آن سرنوشت صلح و جنگ مشخص خواهد شد. اونایی که افغان نیستند و در برابر ملت ما می جنگند، با اونا هیچ وقت ما برنامه صلح و مصالحه را نداشتیم و نخواهیم داشت. با آغاز کار شورای عالی صلح، امیدها بر این است که دخیل ساختن رهبران و جریان‌های موجود داخلی و از طرف دیگر همکاری‌های منطقه‌ای می‌تواند تلاش‌های صلح را بیشتر تقویت سازد. دولت افغانستان می‌تواند نه تنها چشم انتظار از پاکستان داشته باشد که کارهای متعددی را با سایر رهبران و جریان‌هایی که در داخل افغانستان است انجام بدهند که بتوانند همزمان چندین شبکه یا چندین گروه را در میز مذاکره حاضر بسازند و واقعا بتونه صلح در افغانستان تامین شه. نو دا قضیه یوازې د افغانستان قضیه نه ده، د دې قضیه لپاره باید په سیمه ایزه کچه باندې، هم په بین المللي سطح باندې، په ګډه همکاري باندې د حل لاره، یو عادلانه حل لاره ورته پیدا کړو. با این همه شورای امنیت ملی محتاطانه امیدواری میکند که تلاش های چهار جانبه صلح نتیجه بدهد. ما محتاطانه امیدوار هستیم. زندگی بدون امیدواری ممکن نیست، ولی در عین زمان نباید تمام توقعات خود به نحو به یک امید بسته بکنیم. برخی جریان‌های سیاسی به این باورند که اگر صلاحیت‌های لازم به شورای عالی صلح داده شود و برنامه‌های این شورا تغییر نکند، روند صلح از این آدرس نتیجه نخواهد داد. حکومت به زودی برنامه توسعه، افزایش و تقویت نیروهای امنیتی را به شهروندان کشور پیشکش می نماید. مشاور شورای امنیت ملی در هنگام تسلیم گیری 10000 میل جنگ افزار کلاشنکوف گفت برای دفاع از شهروندان کشور نیاز است تا نیروهای امنیتی همزمان با پیشبرد گفتگوهای صلح تجهیز شوند. این مقام حکومت وحدت ملی از تلاش ها برای در اختیار گرفتن تجهیزات سنگین نیز خبر می دهد. برای نخستین بار روسیه 10000 کلاشنیکوف را به اختیار وزارت داخلی کشور سپرد. این تجهیزات بر بنیاد موافقتنامه امنیتی و دفاعی میان کابل مسکو به افغانستان تسلیم داده شد. مشاور شورای امنیت ملی به این باور است که این کمک بیانگر روابط راهبردی ژرف میان دو کشور و دو دولت در منطقه است. این کمک بیانگر موقف مشترک دو کشور در رابطه با تهدیدات مشترک ما
منافع مشترک ما و برنامه مشترک دو کشور است. امروز روسیه 10,000 میل جنگ افزار را با 2.1 میلیون گلوله آن و جناب نیروهای امنیتی افغانستان سپرد. مسکو خواستار افغانستان مرفع، آزاد و باثبات است و در بخش‌های تجهیزی و تکنیکی ما آماده همکاری هستیم. البته این موارد بخش از همکاری‌های سیاسی و به طرف ما با حکومت وحدت ملی است. در حالی که گفتگوهای صلح باد تازه به خود گرفته است، اما آقای اتمر به این باور است که همزمان با پیشبرد تلاش‌های صلح باید نیروهای امنیتی تجهیز شوند. ملت ما باید آمادگی دفاع از خود داشته باشد. اگر احیانا کسای حلقات رای جنگ در پیش بگیرن، نیروهای دفاعی و امنیتی ما باید با تمام امکانات آماده باشند تا از ملت خود دفاع کنند. حکومت در بهار آینده از پیشکش برنامه توسعه، افزایش و تقویت نیروهای امنیتی خبر می‌دهد. افزون بر این، مشاور شورای امنیت ملی می‌گوید تلاش دارند تجهیزات سنگین را نیز از کشورهای منطقه به دست آورند. جنگی تیاری، توپچی، خفیفه اسلحه او د استخبارات او د کشف د پاره مختلف وسایل در طول به نظر کلرو چه برابر سی. در حالی که ارتش و پلیس افغانستان نبرد منطقه و جهان را به تنهایی مدیریت می کند، مشاور شورای امنیت ملی کشور می گوید روسیه حالا درک کرده که هراس افغانی تهدید مشترک است و باید تجهیزات بیشتر برای نیروهای امنیتی افغانستان داده شود. کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه مفصل انتخابات سال 1393 هجری خورشیدی را امروز روشن ساخت که بر بنیاد آن 55.27% آرا را از آن محمد اشرف غنی و 44.73% آرا را عبدالله عبدالله از آن خود کرده بود. آقای نورستانی نیز از اصلاحات در این کمیسیون سخن زده و می‌افزاید اگر بحث اصلاحات باشد در این کمیسیون آورده شده، در غیر آن افرادی است که می‌خواهند کمیشنران مورد پسندشان را در این کمیسیون بگمارند. امید دولت‌زاده به این گزارش پرداخته است. پس از دو دور برگزاری انتخابات در سال 1393 هجری خورشیدی، برنده و بازنده در پی نداشت و دو کاندید پیشتاز این انتخابات بر بنیاد امضای تفاهم‌نامه برنده اعلام شده و یکی آن به حیث رئیس جمهور و دیگر آن به حیث رئیس اجرایی مشخص شدند. اما امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات روشن ساخت که محمد اشرف غنی 50.1 را از آن خود کرده بود، ولی به تقاضای دو کاندید پیشتاز این انتخابات و با در نظر داشت منافع اولیای کشور نتیجه را اعلام نکرد. رای آقای محمد اشرف غنی 3,935,567 رای که جمله 55.27% میشه. رای که جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله به دست آوردن 3,185,018 رای که 44.73 رای میشه. آقای نورستانی می افزاید که برنامه هایشان را در مورد برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولسوالی ها اعلام کرده و حکومت باید به جای وقضایی کردن بودجه این کمیسیون را در اختیارشان قرار دهد. بودجه مورد نیاز در اختیار ما بگذاره و حکومت هدایت لازم به ارگانهای امنیتی بده تا در این سمرای ما همکاری بکنن، امنیت تامین بکنن. آقای نورستانی تاکید میکند نباید به نام آوردن اصلاحات کمیشنران این کمیسیون حذف شده و افراد مورد پسند بانیان آوردن اصلاحات در این کمیسیون گماشته شوند. اینا دیگه چی اصلاحات میخواین؟ اگر اصلاحات پیش از یا مرادی باشه که باید این کمیشنرها بره دیگه کمیشنرها بیاین، کمیشنرهای بیاین که به اصطلاح نفرای خودشان باشه، برای خودشان کار کنن، در پارلمان آینده باید نفوذ داشته باشن، نفرهای خودشان بیاره. در همین حال رئیس نهاد اجتماع انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید عمل کرده امروز کمیشنران این کمیسیون به چالش کشیدن اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی میباشد و به این گونه میخواهند بقای خود را تضمین کنند. دیدین سرگرمیوان یا دی پایل اعلانوال در زیو سیاسی اقدام دیره بولم واری چه کمیسیون در اصلاحات و بهیر کمیسیون مستقل انتخابات اصلاحات انتخاباتی را بر بنیاد قانون اساسی کشور میپذیرد و میگوید که در این کمیسیون اصلاحات کافی را به بار آورده‌اند
و از حکومت میخواهند تا فرمانهای ضد قانون اساسی کشور را صادر نکند. امید دولتزی، تلویزیون خورشید، کمیسیون مستقل انتخابات. امروز 135 پناهجویی که درخواست پناهندگیشان در کشور آلمان پذیرفته نشد با همکاری سازمان جهانی مهاجرت به کابل برگشتند. سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان میگوید بنابر به سرنوشت ماندن برخی از پناهجویان در آلمان 600 تن دیگر نیز به سفارت افغانستان در آن کشور درخواست بازگشت به کابل را دادند. از سوی هم وزارت کار امور اجتماعی و شهدا و معلولین از فراهم کردن زمینه کار برای بازگشت کنندگان خبر می‌دهد و تاکید می‌کند که برای بازگشت کنندگان که درجه تحصیل داشته باشند در نهادهای دولتی کار فراهم خواهد شد. فیض محمد ملکزاده گزارش می‌دهد. با دنیای از دشواری ها، سختی و تا با قبول کردن خطر مرگ کشور را به مقصد کشورهای اروپایی به خاطر مسئولیت جانی و مالیشان ترک می کنند. ولی بی خبر از آن که درخواست پناهندگیشان در کشورهای اروپایی قبول نمی شود. با این حال 135 پناهجویی که از سالهای 2012 و 2015 به کشور آلمان درخواست پناهندگی داده بودند و در حالت سردرگمی به سر می بردند، امروز به گونه داوطلبانه به کشور بازگشتند. 150 تن قرار بود، اما 15 تن دیگی که نخواست طبیعت این دقیق که در دقیقه 90 بوده و مطابق به فرمان 104 هر افغانی که داوطلبانه برگشت میکنه به افغانستان اگر جایداد به نام خود ثبت شده نداشته باشه بدون شک مستحق نمرات زمین هم شناخته میشن. به خاطر مصارفات و بعض نیازمندی های مشخصی که اونا دارن یک بسته کمکی مشخص که بتونه نیازمندی های از اینا رو مرفوع بسازه در نظر گرفته شده. هرچند یکی از عوامل فرار جوانان به بیرون از کشور نبود کار دانسته می شود، ولی وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین از ایجاد کار برای بازگشت کنندگان داوطلب به کشور خبر می دهد. خبرهای جهان هم پس از وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها خوش آمدید. کاروانهای حاوی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به مناطق آسیب دیده در حومه شهر دمشق رسیده است. مقام‌های مددرسانی سازمان ملل متحد می‌گویند که 15 موتر لاری کمک‌های بشردوستانه شامل مواد خوراکی، آب و مواد بهداشتی را به این مناطق رسانیدند. مناطق حومه شهر دمشق پیش از این در اختیار مخالفان دولت بشار اسد بود و در چند سال گذشته بیشترین آسیب را متحمل شدند. مقام های وزارت دفاع آمریکا میگویند که زندان گوانتانامو در سال روان میلادی بسته خواهد شد. این مقام تاکید دارند که با فرمان رئیس جمهور اوباما هیچ مانعی بر سر راه مسدود شدن این زندان در کیوبا وجود ندارد. دیروز براک اوباما رئیس جمهور آمریکا طرح تعطیلی زندان گوانتانامو در کیوبا را اعلام کرد. آقای اوباما گفت که باز نگه داشتن این زندان مغایر با ارزش های آمریکاست و به امنیت و جایگاه کشورش در جهان لطمه وارد می آورد. با این حال دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرده است که در صورت پیروزی در انتخابات این زندان را باز نگه می دارد. شرکت چاکلت سازی مارس دستور جمع‌آوری محصولاتش از بازارهای 55 کشور را صادر کرده است. مقام های این شرکت می گویند که این تصمیم پس از پیدا شدن تکه های پلاستیک در یک بسته چاکلیت اسنیکرز در آلمان صورت گرفته است. روند جمع‌آوری این محصولات در بیشتر کشورهای اروپایی به شمول بریتانیا و هلند که بیشترین میزان چاکلیت در آن کشورها مصرف می شود آغاز شده است. در ماه جنوری یک مشتری در آلمان تکه های کوچک پلاستیک را در یک بسته چاکلیت اسنیکرز پیدا کرد. قابل یادآوری است که این نوع چاکلیت ها در بازارهای افغانستان نیز به فروش می رسد. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. باز هم خوش آمدید. بهای املاک و زمین در ولایت هرات در مقایسه با یک سال گذشته 40% کاهش یافته است. باشندگان هرات بر این باورند که فرار شهروندان از کشور باعث شده است تا بازار خرید و فروش خانه و زمین به شدت کاهش یابد. آنان بی توجهی رهبران حکومت وحدت ملی به زندگی مردم و عملی نکردن وعده هایشان را از عمدترین عامل بدتر شدن وضعیت زندگی مردم دانسته و از ادامه این روند ابراز نگرانی می کنند. با دنبال افزایش آمار بیکاری، چالش های امنیتی و فرار جوانان از کشور به گونه بی پیشینه، بهای خانه، زمین و باغ در هرات سقوط کرده است.
شماری از مسئولان شرکت‌های ساختمانی در هرات از کاهش 40 تا 50 درصدی خرید و فروش املاک در این ولایت خبر داده و از وضعیت بد کاری شکایت دارند. این افراد گفتند با وجود کاهش 50 درصدی نرخ املاک در هرات، حکومت وحدت ملی مالیات زمین و املاک را افزایش داده است. ملکی که از باشی سرک ما داشتیم دونگه 2,000,000 دلار و 2,50,000 دلار، حالا رسیده به 1,50,000 دلار. هم قیمت زمین پایین، قیمت خونه نسبت به 3-4 ماه جلوتر قیمت ها پایین تر آمده، حتی کرایه ها پایین تر آمده. باشندگان هرات رهبران حکومت وحدت ملی را متهم به بازی دادن مردم و عملی نکردن وعده های انتخاباتیشان می کنند و تاکید دارند که ادامه وضعیت کنونی برای بیشتر شهروندان کشور نگران کننده است. در همین حال مسئولان محلی هرات با تایید این وضعیت کاهش معاملات خانه و زمین در این ولایت را به شرایط کل کشور ربط می دهند. مردم اگر زمین می فروشند، مردم اگر جایداد می فروشند، مردم اگر پناهجو می شند و دوباره از وطن می گریزند، دقیقاً به خاطر بی سرنوشتیه، به خاطر اینکه آینده روشنی در افق زندگی اونا وجود نداره. در یک کلام، بل اجبار و بل اکراه. آمارها نشان می دهد که در یک سال گذشته روند ساخت و ساز در هرات با رکود روبرو شده و علاقه‌مندی مردم برای بازسازی این شهر نیز کاهش یافته است. نبود برق، قاشاق آهن‌آلات کهنه و واردات غیرقانونی از کشورهای همسایه کارخانه‌های ذوب آهن افغانستان را از فعالیت باز داشته است. با گفته مسئولان انجمن صنایع افغانستان، در حال حاضر بسیاری از کارخانه‌های ذوب و پروسس آهن در کشور بازیان کار می‌کنند و کارخانه‌داران نیز می‌گویند که در وضعیت کنونی آنان نگران از دست دادن سرمایه‌هایشان هستند. مسئولان انجمن صنایع افغانستان با نگرانی از رکود کارخانه‌های ذوب آهن در سال جاری می‌گویند که از 25 کارخانه ذوب و تولید آهن در این مدت 15 کارخانه از فعالیت باز ماندند، زیرا برق دوامدار به این کارخانه ها نمی رسد و آهن‌آلات کهنه نیز به بیرون از کشور قاچاق می شود و افزون بر آن شماره از اشخاص سودجو و بهانه ترانزیت آهن از ازبکستان و تاجیکستان به پاکستان این آهن‌آلات را بدون پرداخت تعرفه های گمرکی به عوض انتقال آن به پاکستان در بازارهای افغانستان به فروش می رسانند. اگر خود رئیس جمهور شخصا از این موضوع یک کمیته تعیین نکنه و تحقیقات نکنه بر ارتباط از این موضوع و جلو از این مسائل را نگیره، یقینا که هم عواید دولت کم خواهد شد و در پهلوی از سکتور ذوب آهن که صنایع ملی افغانستان هست و صنایع مادر است، در حقیقت به طرف ورشکستگی خواهد رفت. به سوی هم شماری از کارخانه داران ذوب آهن نیز با نگرانی در خطر از دست رفتن سرمایه هایشان در این بخش میگویند اگر حکومت وحدت ملی به تعهد خود در برابر صنایع داخلی عمل نکند، به زودی دروازه کارخانه های زیاده بسته خواهند شد و افزون بر آن هیچ سرمایه گذار حاضر نیست که در این وضعیت در افغانستان سرمایه گذاری نماید. که در کابل چند فابریکی بسیار بزرگ در حال احداث است که به میلیون ها دلار اون مردم میخوان سرمایه گذاری کنند. وقتی که مارکت به این رقم باشه، وضعیت به این رقم باشه، و فکر نمی کنم که کسی بتونه یا سرمایه گذاری کنه و یا رقابت کنه. و گفته یک کارخانه داران تولید آهن، هم اکنون کشورهای ایران و پاکستان با انجام سیاست های دوگانه بازار آهن را در کشور انحصار کردند و کارخانه های ذوب و پروسس آهن توان رقابت با آنها را ندارد. و حال هم نرخ اسعار. امید چی است؟ بارسلونا گام بلندی به سوی مرحله بعدی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا برداشت. آبیانیرها دیشب در آغاز هفته دوم از دور رفت مرحله 1/8 نهایی رقابت‌ها در یک نبرد حساس و دیده نی. این چی رقم نوشته کرده تیبیا سیگه میره؟ و این هم چند رویداد ورزشی. ورزشکاران افغانستان تا اکنون بر بنیاد زحمات و استعدادهای فردی و پشتیبانی خانواده‌هایشان پرچم سرنگ افغانستان را در میدان‌های منطقه‌ای و جهانی به اهتزاز درآوردند. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان با ابراز این مطلب می‌گوید حکومت هنوز هم فرصت دارد تا این قشر جامعه را مورد پشتیبانی قرار دهد. عبیدالله انوری باجدادی بیشترین خبر. در نشستی که دیروز به منظور ستایش از دستاوردهای اخیر ورزشکاران کشور
از رقابت های سیف گیم جنوب آسیا با حضور نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار شده بود. ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک کشور گفت در این حکومت در برابر ورزشکاران حق تلفی می شود و آنچه حق ورزشکاران از برایشان دادن نمی شود. افزون بر این آقای اخبر افزود سایر کشورهای منطقه و جهان ورزشکاران خود را برای حضور در میدانهای بیرون مرزی دو سال پیش زیر قرنطین و پشتیبانی مالی قرار می دهند. اما ستایش حکومت افغانستان از ورزشکارانش با یک ستایش نامه و آن هم تنها در زمان دستاورد خلاصه می شود. از جامعه ورزشی تقاضا می کنم آن وزیرانی را که ما در برنامه های ورزشی دعوت می کنیم بسیار به حجله می رسند در میدان هوایی، بدون از اینکه رئیس جمهور خبر بسازند، بدون از اینکه رئیس اجرایه و رهبران حکومت وحدت ملی را خبر بسازند، میاین اشتراک میکنن به خاطر از اینکه خارج است. و امروز کلگیش دعوت کردیم، با تلفن کتشان گپ زدیم، ولی حاضر نشدن که در زیر از چادر خاطبات بیاین و شما تشویق به عمل بیارن. حقتان را بگیرین، حقتان گرفته میشه، حقتان داده نمیشه. در همین حال ورزشکاران کشور نیز گفته های رئیس کمیته ملی المپیک را تایید کرده و می افزایند که حکومت در هیچ بخش از ورزش زمینه را برای آنان فراهم نکرده است. از همشان خواهش شده بود که ورزشکاران نیازشان چیز دیگری است. دیگر ورزشکار ضرورت به این نداره که فقط شعار بشنوه و تقدیرهای تحسین نامه ای شود. اگر ورزشکار دولت حمایت کنه، اگر المپیک حمایت کنه، بسیار سطح ورزش بالا میره. این در حال است که همایون خیری رئیس تربیت بدنی و ورزش کشور که چند پیش از سوی ریاست جمهوری به حیث رئیس نهاد گزینه شده بود، دیروز از تمامی آمرین و ادارات ورزشی پایتخت و ولایت‌های کشور مربوط به این نهاد خواست تا ورزش را از وابستگی‌های زبانی، قومی، منطقه‌ای و سیاسی دور نگه داشته و سلطه‌هایشان به گونه غیرقانونی استفاده نکنند. در غیر آن همان لحظه سمتشان بر کنار خواهند شد. این بود خبرهای این ساعت. تقدیمتان شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان. شبتان خوش. خدا نگهدار.